سرو پوئت را بربوند ابرو اگر ببارم زمین گل بکاره ابرو اگر بباره پرنده ها میخونن سرود سبززاران. سلام فارسی زبانان عزیز، من نیمایش هستم به همراه مادر عزیزم، یک ویدیوی بسیار پر انرژی در خدمتتونیم. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون جوری جور باشه. توی این برنامه قرار یک کار بسیار زیبا بشنویم و ریاکشنی داشته باشیم به کاری از سراج پوپل به نام دلتنگم، یا دل تنگم بگیم درست تره، که این آهنگ رو ما قبلا با صدای وحید صابری شنیده بودیم. اسمشو گفتم آشناست. بله، یک آهنگ بسیار زیبای محلی افغانستانه که قبلا با صدای وحید صابری و اجرای بی‌نظیر ایشون شنیده بودیم و حالا سراج پوپل بعد از بازگشتش و اون حذفش حالا از برنامه ستاره افغان و اینا دوباره برگشته و این کار بسیار زیبا رو اجرا کرده. بابک محمدی هم در کنارش هست. یک اجرای محلی و جذابیه که با ما همراه باشید. قرار بسیار کنار هم چند دقیقه‌ای لذت ببریم از این آهنگ زیبا. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگر محتوای کانال رو دوستین کانال هم سابسکرایب داشته باشید. لینک ویدیو اصلی رو براتون قرار میدم داخل دیسکریپشن، از کانال اصلی هم حتما تماشا کنید و ازشون حمایت کنید. شروع کنیم ریاکشن رو. شروع میکنیم ریاکشن رو. دل تنگم کمی گریت شبانا فیرو میره زدش کم دانا دانا هوای سبز جنگل های ماشی برام سوی دریا نگشان. حفظ شدم من قشنگ. آره با همون چند باری که آهنگ وحید صابری عزیز رو گوش کردیم، یک بارش که ریاکشن بود، چند بارم بعدش با هم دیگه گوش کردیم چون آهنگ زیبایی بود. آره کاملا حفظیم تقریبا این شعر رو، شعر زیباییه که چقدر هم خوب سراج پوپل رو داریم میبینیم بعد از مدت ها، بعد از اون حذفش همونقدر صداش جذاب و شنیدنیه به نظرم. هوای سبز جنگل های ماشی بران سوی دریا بکشان محمدی فکر کنم میزبان این جمعه، چون من علاوه از سراج پوپل فکر کنم یه خواننده دیگه هم دیدم که توی این مجلس نشسته بود و آواز میخوند. شاید مثلا به نوبت آهنگ اجرا کنه. آره فکر کنم کنار هم احتمالا شاید با خود بابک محمدی هم کار رو اجرا کنه در آینده سراج پوپل. دل تنگم کمی گریت شبانه فیرو میره زدش کم صداش هنوز حجم صداش بالاست. آره. یعنی اگر یادتون باشه تو برنامه ستاره افغانم که سراج پوپل اجرا میکرد، مثلا آهنگ ترکی ایرانی که آخرش خونده بود خیلی آهنگ بسیار جذابی بود، قشنگ من مو به تنم سیخ شده بود که چطوری دارین آهنگ رو خوب اجرا میکنه. اون رو که شنیدم الان گفتی آهنگ از ایشونه خیلی مشتاق بودم زودتر گوش کنم. دقیقا خیلی هنوز حجم صداش پخته و جذاب و شیشتونگه. هوای سبز جنگل های ماشی برام سوی دریا بکشانه هوای سبز جنگل های ماشی برام سوی دریا بکشانه. بله تفاوتی که با اجرای وحید صابری داره گفتی چیه؟ وحید صابری عزیز هنگام اجراهاشون وسط اجراش یه هی میگفتن. آره راست هی. اون هیه رو نمیگه، اون هیه مخصوص خود وحید صابری عزیز بود که بسیار هم کارشون جذابه. ما یه کار دیگه هم ازشون ریاکشن رفتیم درباره مادر بود، مادرم من رو ببخش، که اون کارم بسیار زیبا بود. اون که دیگه خیلی تحت تاثیر قرارم داد. ابرو اگه ببارم ابرو اگه ببارم
گل بگار، زمین گل بگار، پرنده ها بخونی سرود سبز دار، پرنده ها بخونی سرود سبز دار. بابک محمدی هم که خیلی شوخه، من نمک میریزه. آره من بیشتر چون کارای که از بابک محمدی شنیدم کارای یه ذره جدیتر بوده، آره چون حجم صداش هم زیاده، خیلی محکم میخونه کارها، آره. رو اینجوری شوخ نیده بودمش. این فضا جذابه، یعنی واقعا یک فضای صمیمانه، یه کاری مهمونی خودمونیه. دقیقاً اجراهای مجلسی در کشور افغانستان به نظرم در هیچ کجای دنیا مثلشو نمی‌بینی، یعنی دور هم نشستن یک فرش انداختن، حالا اونجا سفره هفت سینه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، این ویدیو برای عیده که شبکه باربود میوزیک زحمتشو کشیده و خیلی زیبای دیگه، دور هم نشستن هنرمندا میخونن با سازهای آره هارمونی، سازه ربا و سازهای تنبور و سازهای دیگه، خیلی کار جذابیه. ما هم که نقام میکنیم یه احساسی داریم انگار ما هم تو اون مجلس هستیم داریم تماشا میکنیم، خیلی واقعا جذاب، ما داریم واقعا عشق میکنیم. تو که قد میکشی در پیش و چند سر و پای تر قربان همه تو که قد میکشی در پیش و چند سر و پای تر قربان اگر بباره زمین گل بکاره، ابرا اگر بباره پرنده ها میخونن سرود سبززاران. و چقدر قشنگ، باورم نمیشه تا الان حفظ بودم، چون فکر کنم یک دو ماه گذشته باشه. خیلی شعر قشنگی داره، آره ریاکشن بونگار، ولی هنوز که هنوز حفظم چقدر شعرش قشنگه. بابا ابرا اگر بباره زمین گل بکاره، زمین گل بکاره پرنده ها بخونن سرود سبز داره، پرنده ها بخونن سرود سبز داره، ابرو اگه بباره، ابرو اگه بباره زمین گل بکاره، زمین گل بکاره پرنده ها بخونن سرود سبز داره، پرنده ها بخونن. منتظر باشید اینجاشو یه مکسن که تعلیق ایجاد کردم به حال معروف. مثلا دیدی فیلم ها تهش به جای خوبش میرسه یهو قطع میکنن تا قسمت بعدی، اینجا یه تعلیق ایجاد کردم، فکر کنم میخواد اوج بگیره اگر اشتباه نکنم، امیدوارم ظاهر نشه و واقعا اوج رو بگیره. آره و احساس میکنم قرار اوج کار رو الان داشته باشی. مرسی از باربود میوزیک، مرسی از سراج بوپل، بابک محمدی و بقیه دوستانی که این کار رو تدارک دیدن. بسیار زیبا بود، بسیار شنیدنی بود، واقعا لذت بردیم و واقعا لذت بردم بعد از مدت ها دوباره کاری از سراج بوپل شنیدیم و سراج بوپل امروزی، چون اون کارهای قدیمی که ازش شنیدیم مربوط به سالیان دور بود که در برنامه ستاره افغان بود و الان خیلی من خوشحال شدم که دوباره صدایشون رو شنیدیم، صدای بسیار شیشتونگ و جذابی دارن و امیدوارم شما هم لذت برده باشید. حتما برامون داخل کامنت ها کارهای بیشتری رو بنویسید که ما رو ریاکشن بریم همراه مادرم، چون واقعا ما دوست داریم که هرچی بیشتر آشناشیم با فرهنگ افغانستان، با موسیقی افغانستان. شاید ما روزهای اولی که این کار رو شروع کرده بودیم خیلی از سازها رو نمیشناختیم، خیلی از افراد رو نمیشناختیم، اما در کنار هم شما رو شناختیم، فرهنگ مردم عزیز و دوست افغانستان رو شناختیم. لذت بخشه، یعنی دریای موسیقی افغانستان، انگار انتها نداره. هر یک کاری که میشنویم
انگار یه قطره از اینو ما تازه مثلا شنیدیم، گوش کردیم و هنوز خیلی مونده. دقیقاً، واقعاً هرچی ما گوش میدیم میبینیم به چقدر کارهای زیباتری هست که هنوز ما نشنیدیم و هر چقدر گوش بدیم به نظرم تمام نمیشن آهنگ‌های زیبا در کشور افغانستان. خیلی از آهنگا رو ما گوش میدیم ولی خب به خاطر قوانین یوتیوب و حفظ حقوق ناشر و آرتیست ما نمیتونیم کارا ریاکشنشو براتون بذاریم، اما بسیار کارهای زیبا زیاده و ما لذت میبریم. امیدوارم که شما هم لذت ببرید در کنار ما. تا یه برنامه دیگه این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید. شاد، پر انرژی و صحتمند باشید. حالتون جور درجه یک. فعلا خدافظ. تا یه ویدیو دیگه در پناه خدا باشید.